رهبر رژیم جمهوری اسلامی در دیدار مجازی با دانشجویان سراسر کشور سخنانی را به زبان آورد که بسیاری از آن به عنوان رونمایی زود هنگام علی خامنه‌ای از رئیس جمهور ایران در سال 1400 یاد کردند. سخنان علی خامنه‌ای و آرزوهای او برای ادامه حاکمیت دروغینش در حالی مطرح می شود که بسیاری بر این باورند که رژیم جمهوری اسلامی حتی خواب 1400 را نخواهد دید. اکنون حدود یک سال مانده به تاریخ معین انتخابات ریاست جمهوری ایران، علی خامنه ای رهبر رژیم گفته است که دولت جوان حزب اللهی علاج مشکلات کشور است. او با این کلید واژه شروع به عمومی کردن مشخصات جانشین حسن روحانی کرده است. حساب فارسی توییتر رهبر رژیم جمهوری اسلامی بخشی از سخنرانی او را در دیدار ویدیویی با گروهی از دانشجویان منتشر کرده است. در این ویدیو طی آن گفته شده که دولت جوان حزب اللهی علاج مشکلات کشور است و البته معنیش این نیست که مثلا رئیس این دولت یک جوان 32 ساله باشد، بلکه یعنی دولت سرپا با نشاط آماده و در سنین کار و تلاش. این دومین باری است که علی خامنه ای مشخصاتی از رئیس جمهور سال 1400 رژیم را به طور عمومی بیان می کند. او یک بار دیگر هم عبارت مشابهی را با تأکید بر جوانی و حزب اللهی بودن به کار برده بود. تأکید او بر مشخصات دولت آینده رژیم جمهوری اسلامی با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی عمر دولت روحانی نشان می دهد که رهبر 81 ساله رژیم در حال طراحی شرایط و مهیا کردن فضای روانی اطرافیان و افکار عمومی برای پذیرش افرادی است که قرار است در سال 1400 در پاستور مستقر شوند و به شرط ادامه وضعیت فعلی در ایران احتمالاً تا سال 1408 این مسند را در اختیار داشته باشند، یعنی زمانی که رهبر فعلی در صورت حیات 90 ساله شده است. اما اصرار خامنه ای بر نیاز کشور به یک دولت جوان و حزب اللهی بیش از آن که برای مردم امیدوار کننده باشد، یک زنگ خطر جدید را در اذهان مردم به صدا درآورده است. اما چرا؟ با ما با جواب این سوال همراه باشید. خامنه ای هرگز به دنبال اصلاح ساختار کشور مبنی بر منافع و مصالح ملی نبوده و نیست و نخواهد بود. خامنه ای در حال پیاده کردن برنامه ای است که دولت آینده یک دولت وفادار و کاملا تحت امر خودش باشد. دولتی که نظرات رهبری را بر سیاست و مملکت داری ترجیح می دهد. دولتی که برای رضایت اوامر ملوکانه رهبرش با همه دنیا سر جنگ داشته باشد. دولتی که ولایت مطلقه فقیه را به جان و ناموس و شرف ایرانیان ترجیح دهد. دولتی که از بذل ثروت‌های ملی به گروه‌های نیابتی حاکمان ایران در سراسر دنیا هیچ ابایی نداشته باشد. خامنه‌ای به دنبال ظهور احمدی نژاد دیگری است، البته نه نسخه سرکش روزهای پایانی او، بلکه یک احمدی نژاد 0 کیلومتر و کاملا مطیع و فرمان برداره علی خامنه ای. با این اوصاف خدا به خیر کند حال و روز کشور و مردم را. قرار بود احمدی نژاد 8 سال رویایی برای رهبری رژیم رقم بزند تا خیالش را از نفوذ اصلاح طلبان در ساختار قدرت راحت کند و برای همین همیشه بر دولت انقلابی و جوان تأکید می کند. درست مانند سخنان جدیدش که خواستار شکل گیری دولت حزب اللهی و جوان شده است. این توییت ورود زود هنگام رهبر رژیم به انتخابات ریاست جمهوری سال بعد اعلام این است که اصلاح طلبان را راهی به این بازی نیست، همانطور که در انتخابات مجلس نبود. هنوز مشخص نیست آن انقلابی جوان مطلوب خامنه ای دقیقاً کیست، فتاح است یا بذرپاش یا دیگری.
در صورت مسئله فرق چندانی نمی کند، چرا که تصمیم رهبر رژیم گرفته شده است. دولت هم باید به دست نظامی های کت و شلواری سپرده شود، همچنان که مجلس را در دست گرفتند. علی خامنه ای کشور را به سمت رخدادهای هولناکی هول می دهد. جامعه یک دست که نمادش بسیجی حزب اللهی در ساختار دین حکومتی است، امکان تحقق در ایران ندارد، چرا که عرصه عمومی ایران بسیار متنوع است و بحران فعلی در عدم شناسایی این تنوع است. علی خامنه ای به قولی با خودش بسیار خوشخیال است که فکر می کند می تواند یک جامعه یک دست مانند کره شمالی تولید کند. سرکوب و حاکم کردن نظامیان تنها پاک کردن موقت صورت مسئله است. رهبری رژیم یک بار دیگر در طول این هفته فرمان عدم مماشات هم داده است. اولی علیه تحقیر کنندگان محجبه ها و دومی در سخنرانی مجازیش علیه مطالبه گرانی بود که به کلیت ساختار رژیم اعتراض دارند. او گفته است که نگذارید این اعتراض اعتراض به نظام اسلامی تلقی شود، یعنی هر کس درباره اصل 110 و اختیارات فوق‌العاده رهبری، دخالت نظامیان، سیطره بنیادها و نهادهای غیر دموکراتیک پرسش کرد باید سرکوب شود. این سخنان اخیر چه بسا با مسئله جانشینی و حرکت پرسرعت به سمت نظامی شدن کشور هم مرتبط باشد. آنچه که از مواضع رهبر رژیم جمهوری اسلامی در چند وقت اخیر استنباط می شود، تصمیمی قاطع برای کنترل مطالبات و اعتراضها و یک دست کردن ساختار قدرت و جامعه است. اما این بازی جامعه مدنی را که فراتر از تقابل اصلاح طلبی و محافظه‌کاری در ساختار قدرت است، بیش از پیش در برابر حاکمیت قرار می دهد. ما در دورانی با سرعت شدید تحولات پی در پی مواجهیم و رویای یک دستسازی جامعه ایران خواب علی خامنه ای است که هیچ وقت تعبیری ندارد. شاید اگر دار و دسته اوباش حاکم بر ایران این را می فهمیدند که ایران نه کره شمالی می شود و نه چین و مردم ایران زیر بار چنان زوری نمی روند، زودتر بساطشان را جمع می کردند و قبل از اینکه مردم کارشان را یکسره کنند در گوشه ای از دنیا گم می شدند. گویا که سردمداران این رژیم فراموش کردند که هنوز یک سال از قیام سراسری مردم نگذشته است. چند روز پیش امنیتی ترین چهره مجلس مطلب مهمی را مطرح کرد که در هیاهوی خبری گم شد. زنور در مخالفت با نقش وزیر کشور در وقایع آبان ماه با به رسمیت شناختن واژه کشتار عنوان کرد که رحمانی فضلی مسئول کشتار آبان ماه نبود. او از دستور مقامات اطاعت کرد. از آنجایی که هیچ تکذیبی هم از طرف رژیم انجام نشد و با ارجاع به خنده های درد آور حسن روحانی یک روز بعد از کشتار و احساس رضایت او از عملکرد دستگاه سرکوب در جمع کردن قائله فرودستان و حتی مقایسه کیفیت سرکوب در ایران با فرانسه، مسئولیت سرکوب بی سابقه عصر جدید از جمله کشتار صدها کودک و نوجوان این بار رسما و به اعتراف خود ایادی رژیم به مسئولان رژیم جمهوری اسلامی منصوب شد. فاجعه ای که حتی مجموعه سیستم از اعلام آمار قربانیان آن سرباز می زنند. اکنون این فاجعه به صورت رسمی در پرونده سیاه این رژیم ثبت گردیده است. اکنون اگر هم رژیم با سرکوب بتواند مشکلات سیاسیش را موقتا مرهمی بگذارد، با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای روبرو است. کمرشدی مزمن اقتصاد ایران را فرا گرفته است. نقدینگی به صدا درآمده و رشد سالانه 25-30% نقدینگی نقش یک تارنکبوت اقتصادی را در ایران ایفا می کند که همچون دامگهی مرگبار اقتصاد را به سوی تورم، بیکاری بیشتر، فقر شدیدتر، تقاضای کمتر و عدم سرمایه گذاری پیش می‌برد. کسر بودجه و راه‌های شوک‌آور تأمین آن اقتصاد ایران را چند دهه است با تلاطمی روبرو کرده که به جای تقویت مناسبات تولیدی، راه ساده تأمین مالی را برای دولت‌ها فراهم آورده است. بازارهای ششگانه ارز، مسکن، طلا، بورس، اوراق و بانک‌ها و
به همراه مالیات و استقراض از منابع بانکی، روش‌های اصلی جبران کسر بودجه از یک سو و تولید نقدینگی از سوی دیگر بودند. با این حال در گذشته شوک‌های تک موردی به علاوه رویکردهای تسکینی مانند سیاست تثبیت قیمت‌ها و نرخ شناور ارز به گونه‌ای اعمال می‌شد که با وجود التهاب در اقتصاد ایران دوره‌هایی از آرامش مصنوعی را نیز می‌توانست به ارمغان بیاورد. اما اکنون این سیاست تنها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند. از نظر فقر چاه نیمه عمیقی حفر شده است که مجموعه اقدامات در حال انجام تنها حفره فقر را عمیق و غیر قابل برگشت‌تر خواهد کرد. سیاست‌های دولت نرخ تورم را حتی در سطح سال 98 هم نمی‌تواند نگه دارد و تورم بسیار بیشتری پیش بینی می‌شود. نرخ ارز نیز تعادل مورد نظر کارشناسان دولت را خواهد شکست و در سطح بالاتری خواهد ایستاد. نرخ بیکاری که در آغاز سال همراه با بیماری همه‌گیر اخیر حداقل 700 هزار فرصت شغلی را از بین برده است، به دلیل افزایش دستمزدها و سایر هزینه‌ها و عقب نشینی تقاضای مصرف کننده قابل ترمیم نخواهد بود. کوچک شدن تقاضای مؤثر ناشی از فقدان درآمد خانواده‌ها سیکل توقف اقتصاد ایران را تشدید خواهد کرد و تجربه رشد منفی میان مدت را به تجربه بلند مدت رشد منفی تبدیل خواهد کرد. در یک کلام میتوان گفت که دود از اقتصاد ایران بلند شده است و بدون بازگشت اعتماد به بازیگران و سیاستگزاران اصلی اقتصاد ایران راهی برای خروج از این دوره باطل قابل تصور نیست. البته شرایط نیز برای بازگشت اعتماد فراهم نیست و باید به انتظار نشست و دید که دامی که اقتصاد ایران را گرفتار کرده است چه زمانی پای صیاد را شکار خواهد کرد. در این شرایط علی خامنه‌ای و ایادی رژیم به جای اینکه از منجلاب اقتصادی و سایر چالش‌ها راه فراری بیابند، تنها به فکر یک دست کردن رژیم و به فکر سرکوب بیشترند. به نظر شما آیا این رژیم میتواند با این اوضاعی که گفته شد سال 1400 را ببیند؟ مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.